سلام دوستان دوستای گلم امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز با همدیگه دیگه میخوایم سینی رزینی با تکنیک چوب گردویی رو با هم آموزش ببینیم برای شروع ما به یه سینی MDF خام نیاز داریم که در ابتدای کار ما برای شروع کارمون و زمینه اول کار با رنگ اکرولیک میایم رنگ آمیزی میکنیم سینیمونو و اینو بگم که رنگ اکرولیک پای آب با آب رقیق میشه و ما میتونیم ازش استفاده کنیم چون MDF ما الان خامه آب و کمتر استفاده میکنیم تو رنگ اکرولیکمون چون آب در مجاورت با MDF باعث برامدگی چوبمون میشه پس شروع میکنیم به رنگ و میزی کارمون بیس اول کار رو با رنگ اکرولیک هر رنگ اکرولیکی که دارید میتونید رنگ و میزی کنید رنگ های اکرولیک مارک هایی که معتبر هستن و استفاده میشن مارک وستا سوداکو هست که من استفاده میکنم با کیفیت هستن و اینکه رنگ های خوبی هستن و رو بیس چوبی و بیس های دیگه کاملا امتحان خودشون رو پس دادن با رنگ اکرولیک تمام درس های کار رو رنگ میکنیم و دور کار حتی داخل سینی لبه های کار همه رو با رنگ اکرولیک رنگ می‌کنیم میکنیم تا کارمون رو قبل از اجرای طرح رزینمون آماده کنیم وقتی که پشت سینیمون رنگ کردیم اجازه میدیم که خوش بشه خوبی رنگ اکرولیک اینه که تو تایم بسیار کوتاهی این رنگ خشک میشه در مجاورت هوا و زمان زیادی رو از ما نمیگیره به خاطر همین کار ما رو راحتتر میکنه بعد از زدن رنگ پشت کار لبه های کار رو هم مجددا رنگ میکنیم می و اجازه میدیم که کارمون خوش بشه برای اجرای طرح چوب گردویی ما روی رنگ اکرولیکمون از شاپان استفاده میکنیم شاپان یه ماده قلیزیه که حالا توی فیلم بهتون نشون میدم. این ما شاپان رو میتونید از رنگ ابزار فروشی ها تهیه کنید و با تینر چرب هم اونو رقیقش کنید. وقتی که ما میخوایم از این شاپان استفاده کنیم زمانی که قلزتش زیاد باشه حرکت قلمو یا حرکت وسیله که میخوایم طرح رو روش بندازیم سخت میشه اما وقتی که رقیق تر باشه این کار ساده تره و رنگ کم رنگ رو هم به ما میده الان کارمون خوش شده و ما میریم برای اجرای طرح چوب گردویی من اینجا مقداری از شاپانم رو برداشتم همجور که تو تصویر می‌بینید قلزتش مثل ماست میمونه حتی از ماست هم سفته با تینر چرب اونو رقیقش کردم اگه دقت کنید قلزتش یه مقداری بیشتر از رقیق بودنه یعنی اینکه کاملا رقیق نشده و یه خورده حالت سفتی رو داره با این کار ما میخوایم رنگ تیره تری رو در نهایت داشته باشیم با استفاده از قلمو شروع میکنیم به رنگ و میزی. و حتما حتما قلمویی که از شاپان استفاده میکنید رو جدا نگهداری کنید و در داخل تینه تا اینکه قلموتون از بین نره و حتما حتما بعد از کار قلمو چه با اکرولیک چه با شاپان که طراحیتون انجام میدین اونها رو حتما تمیز کنید تا عمر مفید هاتون کم نشه ما شروع میکنیم از یه گوشه کار به رنگ و میزی با شاپان فقط دقت داشته باشین که اگه به صورت عمودی رنگامیزی می کنید تا انتها هم همون طرح رو بزنید یعنی به صورت عمودی میزی کنید اما اگر افقی انتخاب کردید که قلم رو, رو روی طرحتون بکشید باید تا انتها به صورت عمودی باشه به صورت افقی باشه و سعی نکنید اون رو برعکس کنید یعنی همینطوری که دارید تو تصویر میبینید من به یک صورت دارم رنگ آمیزی میکنم به صورت افقی دارم اون رو رنگ میکنم می دیگه خمیرم و دیگه قلموم رو به صورت افقی یعنی مخالف رد رنگم نمیکشم. این رو تا آخر ادامه میدیم کل پشت سینیمون رو کاملا رنگ آمیزی میکنیم تا پوشش دهی کاملی داشته باشیم بعد از اینکه که رنگ تموم شد یه تایم بسیار کوتاهی بهش میدیم که خیسیش از بین بره این تایم به حلوش 5 الا 10 دقیقه و حتی کمتر وقتی که این کار را انجام دادیم برای اینکه طرح چوب گردویم رو رو بندازیم باید از یه دستمال کاغذی که این دستمال کاغذی هر چقدر حالت زبرتری داشته باشه مثل دستمال های آشپزخونه بهتر میتونید ته رو روش اجرا کنید اگر هم که راحتتر بودید میتونید از یک قلموی زبر و سفت استفاده کنید ولی ما اینجا از دستمال کاغذی استفاده می کنیم دستمال رو کف دستمون به حالت گل ایجاد می کنیم ما نمی که خیلی مرتب باشه ما به با اون خط خطودی که رو دستمال کاغذی افتاده نیاز داریم بعد از یه سمت کار شروع می کنیم به کشیدن شاپان اگه دیدید قسمتی از شاپانتون پاک شد هیچ ایرادی نداره شما با استفاده از است. شاپان مجدد اون تیکر رنگ کنید و سعی کنید که اجازه بدید اونجا خوش بشه بعد دوباره با دستمال کاغذی بکشید و دستمال رو از یک طرف به سمت دیگه بکشین و همون سمت ادامه بدید تا انتها و هر چقدر که دوست داشتین خط خطوطاتون بیشتر باشه میتونید که این کار رو بیشتر انجام بدید همونطور که الان نگاه دارید میکنید میبینید که شاپان من حالت قلیزی داره دستمال به راحتی روی اون سر نمیخوره به خاطر اینکه ما تینر کمتری استفاده کردیم و رنگ تیره تری رو از خروجی کار میخواستیم همونطور که میدونید الان سینی ما سینی طرح چوب گردویی تیره هستش یعنی رنگ قهوه‌ای تیره رو خواستیم و همونطوری که میبینید هر چقدر که دوست داریم این کار رو ادامه بدیم اما اگه میخوایم که طرح چوب گردوییمون رنگ روشنی باشه شاپان رو به وسیله تینر بیشتری رقیق میکنیم یعنی از اون غلظتی که تو فیلم مشاهده کردید رقیق تر که وقتی که دستمال رو میکشید انگار یک لایه از روی اون رو پاک میکنیم وقتی که این کار رو دور تا کار انجام دادیم کامل اجازه میدیم خشک بشه بعد مقداری رزین و هاردرم رو با همدیگه ترکیب میکنیم که من اینجا از 120 گرم رزین و 60 گرم هاردنر استفاده کردم همونطور که مشاهده میکنید کاملا خوب دیواره های ظرفمون رو کف ظرف رو من دارم هم میزنم تا این ترکیب به خوبی انجام بشه بعد اینکه شما قاشق چوب یا آبسلانگی که دارید استفاده می کنید رو از داخل رزین خارج و نمی کنید و دوباره داخل کنید این کار باعث حباب بیشتری میشه اگه الان می بینید رزین من حباب داره به خاطر اینکه دمای محیط من دمای خوبی نبودش دمای محیط کارمون حتما حتما باید بین 25 تا 28 درجه باشه محیط سرد حتما رزینمون باعث حباب بیشتری میشه اینجا از رزین نیمه رقیق استفاده میکنیم همونطور که میبینید قبل از کار من میام میا یه مقدار حباب گیری میکنم که داخل خود همین ظرفمون این حبابا از بین بره برای این کار من به رنگ خمیری مشکی به مقدار بسیار زیادی از این ترکیبمون نیاز دارم و مقدار بسیار کمی هم با رنگ پیگمنت فلزی طلایی مخلوط میکنیم رنگ خمیری رو خوب مخلوط کنید چون رنگ سنگینیه به کف ظرف میره و اجازه بدید که کاملا با هم ترکیب بشه همونطور که مشاهده میکنید من کامل دارم رنگ رو از روی چوب بستنی من پاک میکنم بعد رنگ رو کامل به کف سینی منتقل می کنم تا کامل کف سینیم رو این رنگ مشکی بگیره شما می سینیتون رو تکون بدین یا اینکه مثل من اجازه بدین خودتون به وسیله دست اونو هدایت کنید به تمام نقاط سینیتون این یه طرح ساده است شما هر طرحی رو که دوست داشته باشید میتونید اجرا کنید حالا من تو ویدیوهای بعدی برای سینی طرحهای جدیدی رو خواهم زد که بهتون نشون میدم اجازه میدیم که یه مقدار زمان بگذره حبابا به سطح کار بیان و بعد شروع میکنیم به حباب گیری صد... سعی کنید که حباب گیریتون از فاصله سی سانتی باشه زیاد فندکتون رو به رزین نزدیک نکنید باعث سوختگی رزینتون میشه و حرکت دستتون هم به صورت دورانی باشه تو یک نقطه فندکتون رو نگه ندارید با یه خلال دندون حالا ضرورتی که توی رزین هست و خارج میکنیم و مجدد حباب گیری میکنیم حالا با استفاده از پیگمنت فلزی که مقدار کمی داشتیم و نگه داشتیم میایم روی کارمون یه طرحهایی رو ایجاد میکنیم که این طرحها واقعا سلیقه‌ایه بستگی به خودتون داره هر جوری که دوست دارین این طرحها رو میتونید اجرا کنید چون دنیای رزین فوق بی بی‌نهایت و شما هر طرحی رو ایجاد کنید زیبایی خودش رو خواهد داشت من به صورت خطوط و روی رزینم چوب بستنی رو حرکت میدم یعنی به کف سینی نمیچسبونم روی خود رزین این حرکت رو ادامه میدم و رنگ رو روی رزینم پخش میکنم به هر طرحی که خودتون دوست دارید من حالا چند تا خط انداختم شروع کردم به سشوار کشیدن فقط مقداری که این رنگ های پیگمنت فلزی خودشون رو باز کنن نمیخوایم با رنگ مشکیمون مخلوط بشه فقط می‌خوایم که خودش رو باز کنه من اینجا دیدم که یه مقدار تر هم کمه باز یه سری خط و خدود رو ایجاد کردم میگم این کاملا سلیقه‌ایه هر چقدر که دوست دارین هر چقدر که به،, به, نگاهتون زیباتر میاد میتونید این خط ها رو بیشتر یا کمتر کنید و دوباره مجدد یه مقدار حرارت و شو، حرارت سشوار رو بیشتر میکنم که بیشتر رنگ ها باز بشن ممنون که با من همراه بودید عزیزای دلم این هم نتیجه کار امیدوارم که دوستش داشته باشین ممنون که پیج منو دنبال میکنید خدا نگهدار